سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز از مجموعه ایران سرویس شاپ، در خدمت شما هستیم با یه ویدیو آموزشی برای اسپرسوهای بوش و زیمنز سری های KIS یا اصطلاحا مدل هایی که دمکنشون به این صورت هستش. این مدل بسیار متنوع هستش، با برندهای بوش و زیمنز تو بازار موجوده. یه مدل هایی هست که با دیسپلی هست، مدل هایی بدون دیسپلی، با طراحی‌های مختلف هست، اما برنامه کالکن کلین همشون به یک شکل و به یک صورت انجام میشه که تو این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم که این کار رو چجوری انجام بدید. اگه دستگاهتون رو روشن کردیم و با یه همچین اختاری روبرو شدیم، همونطور که میبینید این چراغ داره چشمک میزنه، زیرش هم نوشته کالکن کلین. دستگاهتون اگه حتی دیسپلی هم نداشته باشه، یه همچین دکمه ای رو روش داره که هر از گاهی روشن میشه، چشمک زن میشه و بهتون هشدار میده که دستگاهتون رسوب گرفته و نیاز به رسوب زدایی داره. تو این مدل البته قبلش رو بهتون توضیح بدم، تو برند های مثل بوش و زیمنز یا آریستون و برند هایی که تمام اتوماتیک هستن به دو صورت رسوب زدایی و کلین انجام میشه. یه بار برای بویلر و مسیر آب رسوب زدایی انجام میشه، یه برنامه دیگه هم داره، برنامه کلین هستش که اون برنامه فقط قسمت دمکن رو براتون تمیز میکنه. دمکن ها داخلشون قطعات استیل و شاور دارن، حتما باید از قرص های مخصوص خودش استفاده بکنید و جایگزینی هم براش وجود نداره. قرص هاشون به این صورت بسته‌بندیش، اورجینال خودش تو بسته‌بندی های 10 تایی هست، داخلش 10 تا دونه داره. هر دفعه یه دونه شو باید استفاده بکنید و دمکنتون رو احیا میکنه. اگر حس کردیم کیفیت قهوه‌تون کم شده یا اون کرماش به نسبت قبل خامش کم شده، باید برنامه کلین رو انجام بدید تا دمکنتون رو احیا بکنید. تو بیشتر مدل های بوش دمکنشون به این صورت هست، تو مدل های جدید بوش و زیمنز دمکناشون به این صورت شکله، همونطور که میبینید به صورت قرمز هست و از جلو بیرون میاد، برخلاف مدل های قبلی که از سمت راست بیرون میومد، این از سمت جلو بیرون. برای اینکه برنامه کالکن کلین رو اجرا بکنیم، شما اول باید اون مواد شیمیایی و محلول مورد نیاز این دستگاه رو تهیه بکنید. همونطور که گفتم برای قسمت دمکن و کلین باید حتما قرص اورجینال خودش رو تهیه بکنیم. فعلا فیک تو بازار نداره و فقط با همین بسته‌بندی هستش، خوشبختانه غیر اورجینال نداره، با این بسته‌بندی و آلمانیش توی بازار در دسترس میتونید تهیه بکنید یا از سایت خودمون به صورت آنلاین یا حضوری هم خرید بکنید. اما قسمت آب و مجاری مربوط به بویلر شوینده هاش متنوع هستش، به صورت مایع با برند بوش که میتونیم برای زیمنز، گگن و نف استفاده بکنید، برای 5 بار نیم لیتری، باز اینم آلمانیه، میتونید تهیه بکنید استفاده بکنید، برای 5 بار هستش. به صورت قرص اگه راحت باشین با این بسته بندی هم تو بازار در دسترسه که برای 3 بار، داخلش 6 تا دونه قرص داره که هر دفعه باید 2 تا دونهش رو استفاده بکنید تا دستگاهتون رسوب زدایی بشه. باز با برند یونیورسال میتونید از این محلول هم استفاده بکنید، اینم برای 5 بار 300 میل هستش، هر دفعه میتونید 1/5 رو استفاده بکنید که باز تو بازار به راحتی در دسترس هستش. برای شروع برنامه رسوب زدایی من به این صورت عمل میکنم، بهتره یه لیوان تو این بخش باشه، دکمه کالکن کلین رو نگه میدارم با دستم، چراغش که ثابت شد به من میگه که مرحله اول، به ترتیب میگه مرحله اول میگه سینی چکگیرش رو چک بکنید که خالی باشه. به این صورت درش رو من باز میکنم، سینی رو میارم بیرون، اگه داخلش آب داره آب رو خالی میکنم تا برم مرحله بعدی. تپ رو بندازیم داخل دمکن، این مرحله یه دونه از قرص های کلین رو به این صورت از داخل بسته‌بندیشون در میاریم،
یه دونه از این قرصا رو باید کجا بندازی؟ دمخونه یه مقدار میکشین عقب و توی این بخش به این صورت میندازیم داخل دستگاه و دوباره اینو سر جای خودش قرار میدیم. سینی هم که خالی و سر جای خودش قرار میدیم و در رو میبندیم تا بریم مرحله بعدی که از دیسکالر. توی مرحله میگه دیسکالر خودت رو توی مخزن اضافه کن. دیسکالر منظورش همین محلول هایی بود که اول ویدیو توضیح دادم. میتونی از همین محلول استفاده بکنی یا دو تا قرص از اینا بندازین داخلش یا یک پنجم محلول یونیورسال که توصیه خود ما محلول یونیورسال هستش، با آب ایران خوب سازگار و قیمت واقعا مناسبی هم داره. به این صورت من یک پنجمش رو قبلا یه شاتش استفاده شده، یه شات دیگه رو توی مخزن اضافه میکنم. این نکته رو فراموش کردم بهتون بگم، شما مخزن آب اگه دقت بکنین اینجا یه علامت داره زده کالک. قبلش باید تا اینجا مخزن رو پر آب کرده باشین و محلول یونیورسال خواستید استفاده بکنین، تا اینجا پر آب میکنین و یک پنجم محلول رو بهش اضافه بکنید. به این صورت یک پنجمش رو اضافه بکنم، درش رو می‌بندیم برای استفاده بعدی. خب دیسکالرم رو اضافه کردم، برای تایید دوباره اینو فشار میدم. دستگاه شروع میکنه به انجام دادن یه سری فرایند چکاف. دیسپلیش هم بهتون پیغام داده که برنامه کالکن کلین در حال اجرا. بعد از حدود 30 تا 40 دقیقه به این پیغام میرسیم. رسوب زدایی به کامل انجام شده. نوشته empty tries، این معنی که چکگیرش رو خالی بکنم. درش رو باز میکنم، سینی رو خالی میکنم. تو این مرحله و میریم به مرحله آبکشی دستگاه. مرحله آبکشی معمولا سریع‌تر هستش. برای تایید دکمه رو دوباره فشار می‌دم، میشه مرحله آبکشی دستگاه. این مرحله باید حواستون فقط باشه که دیوان پرش رو سریع خالی کنید. این مرحله رو حدود 4-5 دقیقه، حدود 5 یا 6 دقیقه بعد با امتی ترای دوباره مواجه میشین که باز به این صورت در رو باز میکنیم، سینی چکه‌گیر رو خالی میکنیم. و تو محل خودش همطور که میزد پروسس کامپلیتد، یعنی رسوب زدایی با موفقیت انجام شد و الان دیگه میتونید از دستگاهتون اصاره گیری رو انجام بدید. یه توضیح هم توی این مرحله بهتون بدم، شما میتونید با اضافه کردن فیلتر آب به این صورت توی مخزن همیشه اصاره گیری یک نواخ و اسپرسو یک تعمیر داشته باشین، هم دورهای رسوب زدایی‌تون رو طولانی تر بکنید.
فیلترهای استاندارد خودش توی مخزن به این صورت معمولا نصب میشه، حدود یک سال هم عمر مفیدشه، 600 تا 700 تا هم میتونی ازش اسپرسو بگیرید. دیگه با هر آبی که دارید استفاده میکنید با وجود این فیلتر خروجی همیشه به یک شکل و با یه سختی خواهد بود و معمولا نوشیدنی بهتری بهتون میده. اگه در رابطه با تهیه محلولهایی که خدمتون توضیح دادم براتون سوالی پیش اومد، باز میتونید با مجموعه ما تماس بگیریم در رابطه با اشکالات، نحوه استفاده یا رفع مشکلات این دستگاه. هم سوالی براتون پیش اومد میتونید با شماره‌هایی که تو این ویدیو وجود داره تماس بگیرید. ممنون که با ما همراه بودید.